با سلام به بیننده عزیزم، آدریان هستم. با یه آشپزی دیگه با آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخواییم با هم خورش گوجه سبز درست کنیم. قبل از اینکه این خورش خوشمزه رو شروع کنیم، اگر برای اولین بار دارین این ویدیو رو تماشا میکنین، یادتون نره که کانالم رو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتین ویدیو هم رو زودتر از همیشه تماشا کنین، پایین همین ویدیو روی شکل زنگوله کلیک کنید. مواد اولیه: گوجه سبز 300 گرم، رب گوجه یک قاشق غذاخوری، گوشت مرغ 300 گرم، پیاز بزرگ خلالی شده 1 عدد، نعنا و جعفری خرد شده 150 گرم. ابتدا سبزیاتون رو پاک کنین و بشورین. مقدار جعفری باید 100 گرم باشه و مقدار نعنا باید 50 گرم باشه، چون اگر نعنا رو بیشتر استفاده کنید غذاتون رو تلخ میکنه. سبزی رو ابتدا بریزین توی تابه، کمی تفت دادیم و 3-4 قاشق غذاخوری روغن اضافه کنین و اجازه بدین سبزیاتون کاملا سرخ بشه و پیاز رو هم تا جایی که امکان داره خلالی نازک خوردش کنین. در ابتدای کار پیاز رو اضافه میکنیم داخل یه قابلمه ای و اجازه میدیم پیاز سرخ شه. خب همونطور که داریم میبینین پیازامون رنگشون طلایی رنگ شده. بعد از اضافه کردن گوشت مرغ، زردچوبه، فلفل سیاه و نمک رو هم اضافه میکنیم و اجازه میدیم رنگ گوشت ها عوض شد. اینجا باید بهتون بگم که شما میتونید از قسمت دیگه مرغ هم استفاده کنید و به هر سایزی که دوست داشتین میتونید مرغ رو تیکه کنید. رنگ مرغ ها که عوض شد، یه قاشق رب گوجه که داشتیم رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم ربمون کمی سرخ بشه. بعد از سرخ شدن رب گوجه، آب سرد اضافه میکنیم. حدود 2 پیمانه آب اضافه کنید. در زمانی که آب به جوش اومد، درب قابلمه رو میبندیم، حرارت رو کم میکنیم و اجازه میدیم کاملا مرغ بپزه. به این فاصله سبزیاتون رو که سرخ کردین تو همون تابه گوجه سبز رو بریزید و تفت بدین. حدود نیم ساعته که از پخت مرغ ها میگذره و آب کمی تبخیر شده. این مرحله سبزیه سرخ شدن رو اضافه میکنیم. بعد از اضافه کردن سبزی، آب لیمو ترش یا آب غوره‌ای که داریم رو اضافه میکنیم و همه سبزامون رو در قابلمه رو میبندیم. حرارت باید بسیار کم باشه و اجازه میدیم خورشمون جا بیفته و در پایان خورشمون رو توی ظرف میریزم و پایان کار رو با هم میبینیم. خورش گوجه سبز ما حاضر شد، مثل همیشه تقدیم شما. بعد از اینکه سبزی و گوجه سبز ها رو اضافه کردین، حدود نیم ساعت زمان برد تا خورشمون جا بیفته. این خورش خوشمزه که عطر و مزه خیلی خوبی داره رو حتما درست کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید. همونطور که دارین میبینین گوجه سبز ها له نشده و شکل خودشون رو حفظ کرده. مرسی که با یه آشپزی دیگه با من بودین. تا یه برنامه دیگه شاد و پیروز باشین.